سلام عرض کردم خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید. میدونم همچنان هنوز این مسئله کووید 19 بیماری کرونا ادامه داره، امیدوارم یه روزی، حالا نه چندان دور، به هر حال این موردم حذف بشه از دنیای فعلی و دیگه مردم نگران این ویروس نباشن. شاید 3 ماه دیگه، شاید 6 ماه دیگه، به هر حال فعلا من از همین طریق، از طریق ویدئو که خودم این ویدئو رو تهیه میکنم برای شما عزیزان میفرستم، تا باشه روزی که این مشکلات حل بشه و من در کنار خانم حکاک در تلویزیون در خدمت شما عزیزان برنامه اجرا کنیم. طبق روال 7 هفته، برنامه‌ای که این هفته برای شما من در نظر گرفتم در مورد یه بانوی بزرگواری است به نام خانم واحد نژاد که بسیار ازشون متشکرم. حالا بعد از تماشای ویدئوی ایشون با صحبتی در موردشون خواهم کرد که بیماری اگزما یا بیماری اکتوپی دیدماتایتیس و ناراحتی زایات پوستی داشتن که خب خودشون در تصویر میگن و صحبت میکنن و نشون خواهند داد در ویدئویی که برای شما ارسال کردیم و میبینید حتما. ولی بعد از اون بعد خدمتتون عرض بکنم که من یه خواهشی که از عزیزان دارم اینه که بارها و بارها و بارها من به شما گفتم وقتی ما شماره تلفن شما رو در ایران میگیریم از اینجا به تبع با کارت تلفن این شماره گرفته میشه، احتمال داره گاهی اوقات همین شماره من میفته، گاهی اوقات شماره ایران میفته، بعد عزیزان خلاصه منو دچار دردسر میکنن، هی میگن خودتونین، ما میخواستیم با خود دکتر صحبت کنیم و واقعا من رو ناراحت میکنه. من ازتون تقاضا میکنم، نمیدونم صدای منو میشناسید نمیشناسید پای تلفن، ولی به هر حال اون مطلبی رو که من خدمتتون عرض میکنم وقتی من به شما دارم میگم من دکتر وزیری تبار هستم از امریکا زنگ میزنم، امرتون رو بفرمایید، مشکلتون چیه، زنگ زنم با شما مشاوره بکنم، این رو باور کنید، بپذیرید، نگید شما خودش نیستید، بگید خودش زنگ بزنه، اینها واقعا خسته کننده است. تقاضا میکنم به این مسئله رعایت بکنید و دقت لازم رو انجام بدید. حالا من نظرم اینه که با همدیگه بریم ویدئویی که خانم به اصطلاح واحد نژاد برای ما فرستادن نگاهی بکنیم، برگردیم، من در خدمت شما عزیزان باشم. با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز، من واحد نژاد هستم، مشکل پوستی داشتم حدوداً نزدیک 2 سال توی ایران با دکترایی که در رابطه با پوست بودن من مراجعه کردم. اول تشخیص نمیدادن، میگفتن عصبیه چون یه استرس خیلی شدیدی رو پشت سر گذاشته بودم، به خاطر همین خیلی عذاب میکشیدم، تا اینکه آخرین دکترم تشخیص داد که صدف پوستی هستش و داروهایی که برای من تجویز میکردن داروهایی بود که جلوگیری از بیماری من باشه، نه اینکه بیماری من کاملا از بین بره. من نزدیک 7 ماه این داروها رو استفاده کردم، باز دیدم بهبودی حاصل نیست، کف دستای من، کف پاهای من، نوک انگشتای دستم، ناخونای پام همه میرفتن توی گوش و یه حالت خیلی وحشتناکی داشت که من خودم از دیدنش اعصابم یه مقدار تشنج پیدا میکرد، آرامش نداشتم، نه شب آرامش داشتم نه روز آرامش داشتم و هیچ کجا دوست نداشتم برم. واقعا حالتی بود که خودم نمیتونستم خودم رو تحمل کنم از نظر روحی، به خاطر همین دوست نداشتم توی جمعی باشم و واقعا خیلی برای من که یه آدم فعالی بودم، 24 ساعته دنبال کارم بودم، کارم رو به نحو احسن ادامه میدادم، ولی خب با این شرایطی که برای من پیش اومد من یواش یواش سعی کردم تو خونه باشم
سر کارم نمی رفتم و توی خونه، حتی توی خونم آرامش نداشتم، به حدی که زخم دستام و پاهام انقدر شدید بود که نمیتونستم حتی اگه توی خونه یک کار جزئی هم انجام میدادم، نمیتونستم اون کار جزئی رو هم انجام بدم. به خاطر همین همه دوستان، آشناهایان، فامیل، همه دیگه برای من که یه آدم اجتماعی سر کار بودم و اجتماعی بودم با انرژی های خیلی خوب مثبت، ولی خب در یک آن میبینین که استرس انقدر شدید و واقعا روی روحیه انسان تاثیر میذاره که فکر میکنی که همه چیزو باید بذاری کنار، بشینی تا با مسئلهی که برات پیش اومده یه راه حلی برای مشکلت پیدا کنی. به خاطر همین من دوست داشتم توی خونه باشم و داروهایی که به من داده بودن اونا رو استفاده کنم و ببینم که این مشکل چجوری برطرف بشه. تا اینکه بعد از حدود 6 ماه 7 ماه این دارو رو استفاده کردن، من به این نتیجه رسیدم که این داروهام برای من کارساز نیست. در اثر مشکلی که برای من پیش اومده بود و واقعا زندگی من رو 180 درجه تغییر داده بود، آرامش آنچنانی نداشتم که بتونم حتی با داروها کنار بیام. احساس میکردم این داروها هم حالت منو بد میکنن. نمیدونستم باید چیکار کنم. خودم مونده بودم، همش با خدا راز و نیاز میکردم و دوست داشتم یه راهی، خودم دنبالش بودم، میگشتم که یه راهی باشه که من از این مشکل بتونم بیام بیرون، چه از نظر روحی، چه از نظر مشکلی که برام پیش اومده بود، مشکل مریضی برام پیش اومده بود، دوست داشتم از این دوتا حالت بیام بیرون. و از خدا ممنونم که این راه که برای من پیش پای من گذاشت و من اتفاقی، واقعا اتفاقی، این نه یه تبلیغ، نه یک کارزایی هستش که من دارم با شما صحبت میکنم، این از نظر انسانی کسی که واقعا مثل من یه همچین مشکلی رو داره، میخوام این صحبت رو باشون بکنم که واقعا من جواب گرفتم. امیدوارم شما هم با دیدن این ویدیو و با صحبت هایی که من دارم میکنم، انشالله شما پیگیر این مسئله باشین و مشکلتون حل بشه. توضیحی که به شما بدم، دست و پاهای من انقدر زخم بودن که من نمیتونستم راحت را برم، نمیتونستم راحت کاری رو با دستم انجام بدم. کف دستای من، نوک ناخونای من، نوک انگشتای من که ناخون ریشه داره از اون قسمت، جوش نبود، یک حالتهایی بود که عفونت داشت توش. بعد اینا بعد 2-3 روز پوست اینا خشک می شدن، پوست کنده می شد و کاملا یه حالت زخمی بود که انگار یه سوختگی عمیق و گوشت بدن شما اومده بیرون. دستای من به این صورت بود که گوشتا میزد بیرون، دست من پوست نداشت و قادر به این که یه کاری رو بخوام با دستم انجام بدم نبودم واقعا. تا اینکه اتفاقی با آقای دکتر شهریار وزیری تبار توی تلویزیون آی‌تی‌ان آشنا شدم. من اول عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر شهریار وزیری تبار، چون خیلی 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 در حد بالا با مهر و محبت خیلی زیاد و با انرژی خیلی زیاد که من اول از طریق همکاراش باشون صحبت کردم، بعد خود دکتر به من زنگ زدن، تماس گرفتن با من و من اون لحظه احساس کردم که خدا یه زندگی دوباره داره به من میده، چون انرژی آقای دکتر انقدر در کلامشون
برای من آرامش داشت و کلامشون اینقدر قوی بود که من از این انرژی که گرفتم احساس کردم داروها رو نگرفته من دارم خوب میشم. تا اینکه پرسه جدید داروهای من اومد، من داروهامو شروع کردم به خوردن. از همون روزی که داروها رو شروع کردم به خوردن حدود یک ماه، نزدیک یک ماه، من این حالتهای مثبت رو توی خودم میدیدم که روی پوستم چقدر تاثیر گذاشته. در حین حالی که اینجا دکترها به من گفته بودن این مریضی درمان نداره و شما تا عمرداری باید با این مریضی سازگاری داشته باشی، در صورتی که تمام کف دست من زخم بود، پای من زخم بود، من چطور میتونستم با این مریضی بسازم اونو نمیدونستم. تا اینکه داروها رو شروع کردم خوردم، بعد از دیگه حدود یک ماه اون تأثیری که از دارو باید میدیدم برای من روشن شد. تا 6 ماه من داروهامو ادامه دادم به خوردن و قبل از 6 ماه تمام کف دست من، پاهای من پوست جدید اومد و من زندگی رو انگار از نو شروع کردم. من الان میخوام کف دستامو به شما نشون بدم، کف دستایی که واقعا زخم کامل بود و من نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم، همچنین کف پاهام، دور ناخونای پاهام. من الان کف دستم رو به شما نشون میدم که مثل زمان اولش، الان کف دست من کاملا پوست داره، یه دست سالمیه و من میتونم همه کارهایی که در قبلا انجام میدادم همشو انجام بدم. شایدم خیلی سنگینتر از این کارهای قبلی که بود انجام میدم الان و الان دستای من هیچ مشکلی نداره. من از شما خواهش میکنم، فکر نکنین این داروها فقط برای مشکلی که من دارم صدف، فقط برای صدف، نه، سلول‌های بنیانی بدن وقتی کاملا ضعیف میشن و از بین میرن و توانایی بازسازی رو ندارن، ما نیاز داریم که این داروها رو بخوریم و این سلول‌ها دوباره بازسازی بشن. و برای هر نوع مریضی که سهل‌العلاج هستش یا یه مریضیایی که در حد معمولیه و واقعا اینجا نمیتونیم کاری از دستمون، یعنی امکانا شاید نمیدونم تحت هر شرایطی نمیتونیم نتیجه کلی رو بگیریم، فکر میکنم این داروها برای شما واقعا از نظر بازسازی سلول های بنیانی بدنتون جوابگو باشه. من توضیحی که دادم واقعا اون چیزی بود که تو زندگی خودم اتفاق افتاده بود، برای خودم زجرآور بود، برای خودم یه مشکل خیلی حادی شده بود، برای خودم که از زندگی سیر شده بودم، ولی الان کاملا در سلامتی کامل هستم. آرزوی سلامتی کامل برای شما همه عزیزانی که این فیلمو میبینید، این صدا رو گوش میکنید، که این صدا صداییه که واقعا یه روزی دردمند بود، واقعا یه روزی درد داشت، این صدا در نمی اومد، نمیتونست صحبت کنه. الان با نیروی کامل دارم با شما صحبت میکنم و به شما توضیح میدم که مشکل من برطرف شده. اگه به سلامتی خودتون اهمیت میدین یا به سلامتی اطرافیانتون اهمیت میدین، از شما عاجزانه خواهش میکنم، فکر نکنین این تبلیغ، نه به خدا تبلیغ نیست، این یه واقعیت کامله. میتونین با آقای دکتر تماس بگیرین، مشکلتون رو مطرح کنین تحت هر مریضی که باشین و این داروها جوابگو هستن. ممنونم از اینکه وقتتون رو گذاشتین، فیلم منو دیدین، صدای منو گوش کردین و مشکلی که داشتم، عمقی که مشکل من داشت گوش دادین و امیدوارم که مشکلای شما هم
برطرف بشه با قدم گذاشتن در راهی که بازسازی سلول‌های بنیانین بدن. از صمیم قلبم، از لطفی که خدا در حق من کرده، از مهر و محبتی که آقای دکتر شهریار وزیری تبار و کل همکارانشون با من همکاری داشتن، من واقعا ستایششون میکنم و کمال تشکر رو از همشون دارم. الانم واقعا در حال بهبودی کامل هستم، هیچ مشکلی از نظر مریضی به نام صدف که در وجود من بود و زندگی منو مختل کرده بود الان هیچ آثاری نیست، به حالت طبیعی و مثل انسان، یک انسان سالم کارامو انجام میدم، فعالیتامو دارم و الان دارم با شما صحبت میکنم. این صحبت من از نظر اینکه واقعا خودمو معذب میدونم، چون یک کار انسانیه، دوست دارم اشخاصی که این مشکل رو دارن با شنیدن صدای من، با صحبتهایی که من توضیح دادم در مورد مریضی، واقعا برای سلامتی خودشون هم که شده اقدامی برای این کار انجام بدم و سلامتی خودشون رو به دست بیارم. من از همه همکاران آقای دکتر، از خود آقای دکتر شهریار وزیری تبار کمال تشکر رو دارم. مثل یک پدر کنار من بودن، مثل یک پدر به من مهر و محبت میکردن، با من با انرژی کامل صحبت میکردن، با محبت کامل صحبت میکردن و من این محبت رو مدیون انسانیت هستم و دستای آقای دکتر وزیری تبار رو از دور هزاران بار میبوسم و براشون در هر کجای این مملکت هست، این کشور هست، این دنیا هستن، براشون آرزوی سلامتی میکنم. واقعا ممنونم از شما آقای دکتر شهریار وزیری تبار، از دور دست شما رو میبوسم و شما رو به خدا میسپارم. در پناه خدا باشیم و خدا سایه اول خدا و سایه شما از سر ما کم نشه. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، من دلم میخواد یه شعری رو هم برای شما هم برای آقای دکتر عزیز شهریار وزیری تبار که واقعا زندگی دوباره به من دادن، با خوندن این شعر یک جزئی از زحمات ایشون رو بتونم جبران کنم و از طریق این شعر ازشون تشکر کنم. سوختم تا گرم شد هنگامه دلهاز من، سوختم تا گرم شد هنگامه دلهاز من، بر جهان بخشودم و بر خود نبخشودم چو شمع، این که گاهی میزنم بر آب و آتش خیش را، این که گاهی میزنم بر آب و آتش خیش را، روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع. شما رو به خدای یکتا میسپارم، موفق و معید باشید. خب ویدئوی خانم واحد نژاد دیدیم، بی نهایت من از این بانوی محترم سپاسگزارم، یک دنیا ممنونم خانم واحد نژاد برای شعر زیبایی که گفتید، واقعا فوق‌العاده بود. ممنونم از این همه لطف و محبت و انسانیت شما، بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم گفتار شما بر روی بیمارانی که دچار بیماری های شبیه شما هستن تاثیرگذار بوده باشه و اونها هم بیان و این درمان رو برای خودشون انتخاب بکنن تا نتیجه خیلی خوبی رو بگیرن. خب مطالب رو دیدید، صحبت های ایشون رو شنیدید، اما اینکه اصلا اگزما چی هست؟ اگزما یک بیماری پوستیه که با خارش، تاول، برجستگی، قرمز شدن و گاهی اوقات عفونت در این منطقه پوست همراهه. میتونه ژنتیکی باشه، یعنی در ژن یک فردی باشه که این حساسیت وجود داشته باشه، نقص ایمنی وجود داشته باشه که بیاد بر علیه بدنش اقدام بکنه برای پوستش. میتونه که ایجاد شده باشه از انوایرمنت ها، یا به اصطلاح زبان فارسی به اصطلاح آلودگی های هوا و موادی که استنشاق میکنیم ممکنه این حالت ایجاد بکنه، ممکنه تغذیه باعث
اگزما بشه، ممکنه تماس پوستی با مواد خاصی فرد رو دچار اگزما بکنه. علل زیادی اگزما داره که اصطلاحا در پزشکیش میگن ایتوپیک درماتایتیس، یعنی التهاب پوستی که به صورت تاول و ناراحتی و زخم به وجود میاد. خیلی ناراحت کننده است، بیشتر در جوانان، البته در افراد به طور نادر در افرادی هم که پا به سن میذارن وجود داره، ولی در بچه ها و جوانان بسیار شایع مسئله ایتوپیک درماتایتیس یا اگزما. اگر به یاد داشته باشید حدود 2 سال قبل بود یه خانمی بودن از کانادا، دختر خانم محترمی بودن که عزیز منم هستن، هنوزم نازنین، حالش عالیه، خوبه، که از کانادا فیلمی رو ویدئویی رو فرستادن که اگزما داشتن و خوب شده بودن. من توضیحاتی اون دفعه دادم، ولی باز این بار حتما باید من توضیح کامل راجع به اگزما براتون بدم. فقط این رو بدونید که یکی از مهمترین عوامل یا به اصطلاح مهمترین علل ایجاد اگزما همون مسئله نقص ایمنی بدنه، یعنی سیستم ایمنی بدن که باید به نفع بدن کار کنه، که اون سیستم ایمنی یعنی گلوبول‌های سفید ما که انواع و اقسام داره، تی سل ها، بی سل ها، اینا مدافعین بدن هستن. فرض کنید مثل این مملکتی میمونه که ارتش داره، نیرو هوایی داره، دریایی داره، زمینی داره، از حدود و ثغور یک کشور نگهداری میکنه، پاسداری میکنه که کسی وارد کشور نشه، حالا چه از هوا، چه از زمین، چه از دریا. بدن ما هم همینطوره، تی سل ها، بی سل ها، گلوبول های سفید، یه گروهشون مدافع بدن ما هستن، ارتش بدن ما هستن که مبارزه میکنه با میکروب ها، ویروس ها، انگل ها که اینا وارد بدن ما نشن، و با اونا مبارزه میکنه و میجنگن با اونا. دیدید وقتی مثلا یکی سی سرماخوردگی ساده پیدا میکنه، هیچ دارو هم نخوره خوب میشه، برای اینکه سیستم ایمنی بدن حمله ور میشه به ویروس ها، ویروس ها رو به میبره. پس بالا بودن سیستم ایمنی بدن یکی از بهترین مسائل در وجود یک فرده. چون ما یه چیزی حدود 58 بیماری داریم که این 58 بیماری همشون به علت نقص ایمنی به وجود میاد. حالا مثل ام اس، فرض بکنید مثل لوپوس، مثل سرایزیس، مثل همین اگزما هست، یا روماتید آرترایتیس هست. خیلی از بیماری هاست که علتش به اصطلاح نقص ایمنیه، و نقص ایمنی یکی از مهمترین مسائل رو در بیماری ها رول مهمی رو بازی میکنه. مسئله اگزما و بیماری پوستی که به وجود میاد، پس شد نقص ایمنی که میاد و حمله ور میشه به لایه از قسمت پوست که لایه زاینده است در زیر قرار داره، و حالا توضیحات علمیش خیلی مفصله که چجوری اینها رو روی اون به اصطلاح سلول ها اثر میذاره، اون سلول ها رو چگونه تحریک میکنه، باعث یه سری مواد ترشح موادی میشن، ولی در نهایت باعث میشن پوست خشک و شکننده بشه و احساس خارش و ناراحتی پوستی برای فرد ایجاد بشه. از نظر علم پزشکی درمانش به وسیله داروهای کورتونیه، معمولا یک کرم کورتون میدن میزنه، بله بیمار ظاهرا حالش خوبه، ولی هر زمان شما اینو قطع کنید دوباره اگزما برمیگرده. یعنی از نظر علم پزشکی درمانی نداره، چون سیستم ایمنی از نظر علم کلاسیک پزشکی قابلیت دوباره سازی و بهبودی کامل نیست. اما خوشبختانه از طریق روش درمانی که ما صحبتش میکنیم، درمان با سلول‌های بنیادی، سلول‌های بنیادی آزاد شده از مغز و استخوان میتونن، یه نوعشون به نام هموژنیتورها یا خونسازها، میتونن سیستم ایمنی رو درست کنن. در اینجا یه مطلب مهمی رو من بعد خدمتتون عرض کنم. عمر گلوبول‌های سفید ما بین حدوداً 3 تا 4 ماهه. به همین خاطر معمولا 3 تا 4 ماه بعد از اینکه ما درمان رو برای بیمارمون شروع میکنیم، مسئله سیستم ایمنی و نقص ایمنی برطرف میشه و درست میشه، برای اینکه مرتبا استم سلز از نوع هموژنیتورها میاد و نوعی که باید خونساز استلام بهش میگن، که تبدیل به گلوبول سفید، گلوبول رو بگرمز و پلاکت ها باید بشه، میاد و گلوبول های سفید رو دوباره سازی میکنه، اونهایی که خرابن از بین میرن، جدید جاشون میاد، و بعد از 4 ماه سیستم ایمنی دیگه علیه بدن اقدام نمیکنه، پس بیماری متوقف شده و درمان برای بیمار ایجاد شده. این در تمام بیماری های نقص ایمنی انجام میشه. اما مثلا در مورد اگزما، چون ما 3 نوع استم سل از مغز و استخوان میاد بیرون، یه نوع بهش میگیم هموژنیتور یا خونسازها، یه نوع بهش میگیم مزانکمال یا بافتسازها، یه نوع بهش میگیم اندوتلیال یا مخاطسازها.
مخاطساز ها مربوط به روده و معده و مقعد و حلق و حنجره و اینا هستند، به اصطلاح مزان که مال، یا بافت ساز ها مربوط به مغز و کبد و کلیه و ریه و قسمت های دیگه هستند، و همه ژنیتور ها گلوبول های خونی رو تغییر میدن و دوباره سازی میکنن برای اینها بسیار درست و سالمش رو. حالا اگر ما بیایم به این مسئله دقت بکنیم که در نوع اگزما ما میخوایم هم پوست خوب بشه هم سیستم ایمنی درست بشه، در این حال در همزمان و هم ردیف با اینکه درمان فرد داره در مورد اگزمای پوستی، بیماری پوستیش داره انجام میشه، در این حال پوست هم داره به وسیله استمسل ها از نوع مزانکیمال ها یا بافت ساز ها دوباره سازی میشه، یعنی پوست ترمیم میشه. یعنی بعد از یه دوره 6 ماهه معمولا بیمار نباید دیگه مشکلی داشته باشه، که ما در بسیاری از بیماران موفق بودیم، شاید بالای 95% بیمارانی که اگزما داشتن از این روش با یک دوره درمان بهبودی کامل پیدا کردن. برای که بیشتر با این آشنا بشیم بریم و با هم دیگه، یه ویدئویی هست که دو تا ویدئو براتون در نظر گرفتم در مورد اگزما که با هم دیگه می‌بینیم، من روی این ویدئوها صحبت خواهم کرد. برمیگردیم، من در خدمت شما هستم. بیا اینو قطعش کن دوباره بزن، اینو قطعش کن دوباره بزن، قطع کن. همینطوری که در تصویر مشاهده میکنید اگزما یا درماتایتیس رو نشون میده، در اینجا داره روی ساعد دست نشون میده، این قرمزی، این التهاب که اصطلاحاً بهش میگن ایتوپیک درماتایتیس اگزما. البته ما کنتکت درماتایتیس هم داریم، روتیک اگزما هم داریم، سیبوریک درماتایتیس هم داریم، اما مورد صحبت ما اگزما ایتوپیک درماتایتیسه، التهاب پوستی. چه علائمی داره؟ رش ایجاد میکنه، ردنس ایجاد میکنه، اسکلینج ایجاد میکنه، بلسترس ایجاد میکنه، اینا یعنی قرمزی ایجاد میکنه، خارش ایجاد میکنه، تورم ایجاد میکنه، تاول میزنه. جایی که شایعه پشت سر، پشت باسن، دست، روی گردن، روی صورت و به خصوص روی صورت و سینه جای بسیار شایعیه که این راش ها زده میشه یا این ناراحتی، و در اصل میتونه فرد به صابون، مواد شوینده، به اشیا، به غذا، به خشکی، به همه اینا حساسیت داشته باشه و به اصطلاح درجه حرارت یه محیطی براش عوض شه، از وسایل مثلا مشکلات دندان پزشکی و یا استرس و ناراحتی میتونه این راش ها برای فرد ایجاد بشه. این از عوامل ایجاد کننده این به اصطلاح ضایعات پوستی روی پوست بدن هستن. در بچه ها وجود داره، در بزرگسالان هم وجود داره، در میان سالی هم گاهی اوقات دیده میشه، ولی بیشتر مربوط به بچه هاست. در اینجا هم که میبینید یه بیماری آلرژی هست که در اصل سیستم ایمنی بدنه که به بدن حمله میکنه. عوامل ژنتیک میتونه باشه، انوایرومنتال ها میتونه باشه، یعنی انوایرومنت ها میتونه باشه، و میتونه در قسمت لایه خارجی پوست، اینجا این مواد یا اون حالت تحریک کننده روی پوست ایجاد بشه، تا اینکه بالاخره این نفوذ کنه به داخل پوست، در قسمت لایه داخلی پوست، و شروع بکنه به التهاب رو در اون نقطه ایجاد کردن. از نظر درمانی راه‌های مختلفی وجود داره، ولی معمولاً درمان اینطور آلرژی ها رو از نظر علم پزشکی درمان خاصی که نداره، ولی بیشتر سعی میکنن که نوع زندگی رو عوض کنن، یعنی صابونشون رو مثلا عوض کنن، از لباس‌های پشمی نپوشن، از حرارت به دور باشن، مراقب پوستشون باشن از روغن هایی که موقع آفتاب میزنن به صورتشون که نسوزه صورتشون، و داروها. داروها بهترین دارو هیدروکورتیزون هست، همین ماده‌ای که کورتون داره روی اون قسمت به طورت موضعی یا به صورت کرم مالیده میشه و باعث بهبودی فرد میشه. خب این یه ویدئوهای دیگه برای شما عزیزانه که راجع به اگزما صحبت میکنه و میگه که اگزما چی هست؟ خارش هست، التهاب پوستی هست، قرمز شدن پوست هست، و ناراحتی و اون سوزشی که رو پوست ایجاد میکنه. در بچه ها، در نوزادان، در بزرگسالان، در همه افراد دیده میشه. جاهای شایعش در جوانان روی پاها هست، روی آرنج ها هست، همین جایی که میبینید. علل ایجاد شدهش رو
علل خاصی رو در چیز دخیل میدونم، ولی خب بیشتر اینا مسئله ژنتیکی روشون مطرحه، مسئله سیستم نقص سیستم ایمنی و انوایرمنت ها، همین چیزی که من در صحبت ها هم براتون امروز گفتم. و این باعث میشه که سیستم بدن قسمت دفاعیش دچار مشکل میشه و این عوامل خارجی، حالا صابون، عطر، میکاپ، نمیدونم گرد و خاک، چیزهای دیگه هست، دود هست، یا حتی سیگار که آلرژن هست، اینم میتونه راش ایجاد بکنه در فرد، به اصطلاح رشای پوستی یا این التهابای پوستی رو ایجاد بکنه. و این حالتی که به وجود میاد مرتب فرد شروع میکنه خودش خاروندن، که این خاروندن حتی میتونه عفونت برای فرد ایجاد بکنه و باعث بشه که آنتیبیوتیک استفاده بکنه. این رش هایی که زده میشه و خارش زیادی که داره ایجاد میکنه، از نظر به اصطلاح درمانی کار خاصی نمیشه براش کرد، مگر اینکه از پماد موضعی استفاده بکنیم، بتونیم چیز مثل همونطور که گفتم مثل کورتون چیزی، و وقتی زیاد بخوره تاول بزنه اینها دچار عفونت میشه، این پوست ها دچار عفونت میشه. از نظر تشخیصی با آزمایشگاه این چیزا تشخیص داده نمیشه، باید معاینه بشه بیمار و پزشک تشخیص میده در حالت بیمار، وضعیت بیمار، شرح حال بیمار، یا بعضیا تست میکنن، تست های مختلف میکنن رو پوست ببینن که به چی حساسیت داره به چی حساسیت نداره، ولی این اصل مسئله نیست. ممکنه کسی حساسیت غذایی داشته باشه، ممکنه یکی آلرژی فرض بکنه به اتروکلون داشته باشه، ولی در اصل همون چیزی که بهتون گفتم سیستم نقص ایمنی یکی از مهمترین عواملش. معمولا دکترها کرم هیدروکورتیزون می نویسن، کرم های کورتونی که میتونه تا حد زیادی به فرد کمک بکنه و باید مراعات بکنه دور بشه از اون چیزایی که الرژنه و حساسیت درش ایجاد میکنه. و اینکه معمولا آنتی بیوتیک هم می نویسن اگر عفونت ثانوی ایجاد شده باشه. اینا تمام به صورت خوراکی هست که فرد میتونه به صورت خوراکی یا چیز استفاده کنه، ولی نوعی که خیلی شدید باشه آمپولی هست به نام داپکسنت. داپکسنت یه آمپول جدیدیه ولی بی نهایت گرون قیمته، که این حالت آلرژی رو برطرف میکنه و معمولا افراد از اون استفاده نمی کنن چون هزینه بسیار سنگینی باید بدن. خب برگشتیم مجددا، من در خدمتتون هستم. این دوتا ویدیو رو دیدیم با هم دیگه و حالا میدونیم که اگزما چی هست و انشالله که همه اون کسانی که دچار مشکلات هر بیماری هستین من جمله همین اگزما، ما بتونیم خدمتی بهشون بکنیم و درمانشون بکنیم. من در اینجا میخوام راجع به یه مطلب خیلی مهمی صحبت بکنم و اونه که دوست دارم عزیزم، من چند روز پیش با یه عزیزی در انگلستان صحبت کردم و بهش گفتم و اصرار داشتن برای ثبت نام، گفتم نه اول شما تحقیق کنید. برای من از همه شما عزیزان میخوام اول بررسی کنید، تحقیق کنید، وقتی باور داشتید که این روش درمان یک روش کاملا درسته این کار رو انجام بدید. همینجوری چون همسایتون گفته این کارو نکنید، خودتون بررسی بکنید. من دوست دارم کسانی که از من سوال میکنن، تحقیق میکنن، بررسی میکنن و به این نتیجه میرسن که این روش درمان درسته. چون ما هم مثل همه پزشکان دیگه، گروه ما در تلاشیم که شما به بهبودی دست پیدا کنید. این مهمترین اصل این کاریه که ما در دنیا داریم انجام میدیم، که من به اصطلاح برای جامعه فارسی زبانان جهان هستم. این کمپانی بسیار پزشکان زیادی داره، پزشکان آلمانی داره، فرانسوی داره، پزشکان ایتالیایی داره، پزشکان انگلیسی داره که در کشورهای خودشونن، یا من که اینجا هستم، که اینا صحبت میکنن راجع به این مسئله برای هموطنان خودشون. در گروه به اصطلاح قسمت خاورمیانه من در خدمت شما عزیزان هستم و برای شما راجع به این علم بزرگی که الان دنیا رو واقعا انقلابی درش ایجاد کرده، و من بارها گفتم از سالها پیش این یک انقلاب تندرستیه که توسط یک پروفسور دانشمندی به نام دکتر کریستین دراپا کشف شده. این ماده اولین بار افزینیمین پلاس اکوا یا AFA، و بعد به مرور آروم آروم ایشون روی این پروژه کار کرده، روی این به اصطلاح محصول کار کرده، تا
تعداد اینگریدینت هاش رو افزایش داده، یعنی ترکیبات داخلیش رو، تا به امروز به محصولی تبدیل شده به نام استمرژن که به معنی فعال کننده سلول‌های بنیادی در مغز و استخوانه، که این به تایید وزارت بهداشت آمریکا رسیده و ثبت اختراع این مسئله وجود داره. در وبسایت ما هم میتونید برید ثبت اکتشاف و اختراع این پروفسور رو در اونجا ببینید، و چه در وبسایت خود ایشون چه در وبسایت ما تمام اینها توضیح داده شده راجع به این روش درمان بسیار بسیار مهم. چرا این رو ذکر کردم؟ چون سالها پیش، تا حدود 5 یا 6 سال قبل، یک دکتر بسیار مشهوری در امریکا به نام دکتر آلن سامرسال که مشغول نوشتن کتابی بودند، 13 کتابش علمیشون رو می نوشتن، این کتاب رو در مورد همین روش درمان نوشتن. با دکتر دراپا مصاحبه داشتن، صحبت کردن و با دکتر دراپا لطف کردن، من رو معرفی کردن به ایشون و ایشون با من تماسی داشتن و گفتم من دلم میخواد کتابی که دارم می نویسم شما هم دکتر مطالعه کنید، چون شنیدم که سال هاست در این رشته دارین تحقیق و کار میکنید و بیماران تحت درمان قرار میدید، نظراتتون برای من مهمه. من همین رو کتاب رو ایشون از طریق اینترنت ارسال کردن، من اینا رو مطالعه کردم، بعد نظراتم رو گفتم، نهایت کتاب به پایان رسید و ایشون کتاب رو به نگارش در آوردن به نام The Amazing Power of Stem Cell Nutrition. همین تصویری که الان بر روی صفحه میبینید این اصل کتابه که در امریکا به چاپ رسیده، در کانادا هست و به زبان انگلیسی است، The Amazing Power of Stem Cell Nutrition. برای کسانی عزیزانی که در ایران هستن، من اون زمان فکر کردم خب این عزیزان میخوان این علمو بدونن، راجب این اکتشاف بدونن، راجب دکتر دراپا، راجب ما، راجب کار ما. من با آقای دکتر تیمورزاده، رئیس انتشارات تیمورزاده در ایران، تماس گرفتم، از ایشون خواهش کردم که اگر امکان داره این کتاب رو ایشون ترجمه کنن در ایران، و این ترجمه به طور فوق‌العاده‌ای انجام شد توسط خانم دکتر مهشید مرتضوی که در اینجا جا داره از ایشون سپاسگزاری کنم. ترجمه مو به موی این کتاب انگلیسی است بدون یک کلمه اشتباه، واقعا ترجمه فوق‌العاده‌ای کردنش. این کتاب رو ایشون ترجمه کردن و 4 سال قبل یا 5 سال قبل این کتاب در ایران به چاپ رسید که مورد تایید وزارت بهداشت و وزارت ارشاد که شماره ثبتش هم اول این کتاب هست، و این کتاب در انتشارات تیمورزاده موجوده که با شماره‌ای که بر روی صفحه می‌بینید 83083 میتونید تماس بگیرید، شماره تهران 5 رقمیه، و درخواست کتاب ترجمه شده به نام قدرت شگفت‌انگیز تغذیه‌ای سلول‌های بنیادی، و این اون کتاب تصویرش رو دارید میبینید، این فارسیش هست و این هم انگلیسیش، این دوتا رو با هم دیگه میتونید مقایسه کنید. در صفحه اول کتاب آقای دکتر آلن سامرسال لطف کردن، قدردانی کردن از کاری که من براشون کردم و اسم منو بردن در کتابشون، که ازشون ممنونم، سپاسگزارم. اما چیزی که هست، این کتاب الان در ایران موجوده، سالهاست موجوده، عزیزان اینو تهیه کنن، مطالعه بکنن، ببینن راجب چه چیزی من دارم صحبت میکنم. یک کاری با پشتوانه بسیار عظیم. الان کمپانی ما و مرکز درمانی ما 4 پایگاه مهم داره در امریکا، در دبی، در انگلستان و در ایران، و اینها روی صفحه هم نوشته شده. شما راه، شما میتونید با این عزیزان تماس بگیرید، با من در تماس باشید، با هم مشاوره داشته باشیم تا بتونیم مشکلی از مشکلات شما رو حل بکنیم به امید خدا. این هم در مورد کتاب که من صحبتامو کردم. حالا طبق روال هر هفته اگر بریم یه سری به میدیا بزنیم، به قسمت جاهایی که ما باش در ارتباط هستیم، شما با ما در ارتباط هستید، میتونید در ارتباط باشید، مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل اینستاگرام، مثل یوتیوب و خود وبسایت ما، یعنی www.drwaziritawar.com. شما به تمام اینا در پایین صفحه اینا رو میبینید، کامل نوشته شده، مراجعه بکنید، با ما تماس بگیرید، بخواید وقتی من براتون بذارم که بتونیم به اون نتیجه که میخوایم با هم دیگه برسیم. خب پس میریم این توضیحات رو با هم دیگه روی وبسایت من بدم برای شما، برگردیم من در خدمت. اول در مورد
وبسایت خودمون براتون صحبت بکنم. اگر شما وارد وبسایت www.drwaziritabar.com بشید، یعنی همونی که پایین صفحه موقعی که من برنامه اجرا میکنم مشاهده میکنید، وقتی واردش بشید که الان ما این کار رو برای شما انجام میدید، ببینید الان ما وارد وبسایت کمپانی شدیم. خب در بالا نوشته شده الان ما تو خانه هستیم، جایی که تو هوم هستیم، صفحه اصلی که در بالا نوشته شده همونطور که میبینید دکتر شهریار وزیری تبار، بعد درمان، بیماری ها، بهبود یافتگان، محصولات، رویدادها، تیم ما و ارتباط با ما. اگر ما بریم روی تیم ما و کلیک بکنیم، متوجه خواهیم شد که تیم ما از چه افرادی تشکیل شده. همینطوری که در تصویر میبینید آقای دکتر دراپا، بنده که در خدمتون هستم، و خانم میترافته که کارشناس تغذیه کمپانی هستن. این کسانی هستند که تیم ما رو در امریکا تشکیل میدن. البته تیم ما افراد بسیار زیادی باز هم در خود امریکا، کارمندان ما در دبی و در لندن و در ایران داره، ولی خب ما به اصطلاح فاندرهای این کمپانی رو، کسانی که این کمپانی رو پایه‌گذاری کردن رو به عنوان تصویر به شما نشون میدیم. بعد بریم راجع به محصولات صحبت بکنیم. کلیک کنیم روی محصولات. وقتی وارد محصولات بشیم، محصول اصلی این کمپانی محصولی است به نام سم رجن، همینی که در تصمیم می‌بینید، که نوشته شده تقویت کننده طبیعی سلول‌های بنیادی، استنرژی قوی ترین محصول کامل طبیعی موجود است که به منظور تحریک ترشح، همینه که در صفحه می‌بینید نوشته شده که چندین میلیون روزانه استمسل رو از مغزستان آزاد میکنه و میره به طرف بافتای صدمه دیده. تصویرش هم همین تصویری است که در اینجا میبینید، این باتلی که در اینجا تصویرش رو میبینید. و اگر کمی پایین تر بیایم، برای کسانی که در امریکا هستن، در کانادا، اروپا، خارج از کشور هستن، اگر مایل باشن میتونن، اگر بخوان با مشاوره‌ای که با من میکنن، میتونن استم رژین رو به صورتی که الان در این تصویر نشون داده شده یا ستا یا ششتا رو به قیمتی که زیرش نوشته شده به صورت پیپال از کمپانی ما خریداری کنن. خریداری از طریق پیپال هست اگر در خارج از ایران هستید و میخواید. به غیر از مشاوره‌ای که با من میکنید، گاهی اوقات نیاز است که داروی جانبی هم کنارش بیاد که اون هم به این مسئله، به این داروها اضافه خواهد شد. و بعد اگر بریم سراغ بیماری ها، اگر وارد صفحه بیماری ها بشیم، مشاهده خواهیم کرد که تمام، ببینید تصاویر رو، تمام بیماری، آرتروز، آدیسون، آتاکسی، آبسی، از الف تا یه ما اینها رو ردیف کردیم. همینطور که داریم میایم پایین، صفحه رو میبینید به ترتیب میایم پایین، تمام بیماری ها، اهم از دیابت، دیجنوسیون، روماتیسم، سکته مغزی، فرض بکنید که ناراحتی سیاتی، سر، فلج مغزی، فابرومالژیا و و و و همه اینا تا به پایین، تمام بیماری هایی که از طریق این روش درمان قابلیت بهبودی دارن رو شما میتونید مشاهده بکنید. و بعد از بیماری ها میریم سراغ بغلش بهبودیافتگان. اگر ما اینو کلیک بکنیم، کسانی که بهبودی با این درمان پیدا کردن، ویدئوهاشون رو در اینجا، نمونه هایی از بیماران درمان شده یا تحت درمان میبینیم، که کسانی که روماتیسم، دیابت، ام ای، سکته قلبی، آرتروز، آتیزم، پارکینسون، سیروز کبدی، تنگی کار نخاعی، زایای نخاعی، اندومتریوز، ام ای، آرتروز، آمفیزم، لوپوس، ام ای، لوپوس، تومور مغزی، اسکلرودرمی، سرطان سینه، دیسک کمر، دیابت، انسداد مزمن ریه و تمام اینا که میبینید، اینا نمونه هایی از بیماران درمان شده هستن که ویدئوهاشون اینجا هست. حالا اگر صفحه، هر صفحه‌ای برید فرق نمیکنه، اون وسط میبینید، همینطوری میبینید نوشته شده روش درمان طبیعی از طریق آزادسازی سلول‌های بنیادی. 5 تا علامت میبینید، این علامت ها به ترتیب از دست چپ،
یکی فیسبوکه، یکی توییتره، یکی اینستاگرامه، یکی یوتیوبه و یکی تلگرامه. به عنوان مثال حالا اینجا از وبسایت خودمون ما میریم، از اینجا درست ببینید اینو کلیک میکنیم، میریم وارد اینستاگراممون میشیم. بله، این تصویری که میبینید تصویر اینستاگرام ما هست که بسیار مجهز است و همه چی رو در این میتونید ببینید. و اگر دقت بکنید در اینستاگرام ما که وارد بشید یه مقداری که بیاین اونجا نوشته شده صفحه رسمی دکتر شهریار وزیرتبار مدیریت روابط عمومی برای وقت مشاوره تلفنی، نام بیمار، بیماری و تلفن را به این شماره واتساپ یا تلگرام نمایید. این که در اینجا میبینید من الان دارم دورشو با این فلش نشون میدم، این اون چیزی هستش که شماره هستش که اون کسانی که برنامه تلویزیون من رو نمیبینن و تلگرام رو میبینن میتونن با این شماره از مرکز ما، از روابط عمومی ما وقت مشاوره بگیرن. بعد پایین که میایم تصاویر رو میبینیم که نوشته شده سلولای بنیادی، تصاویر مختلف، نحوه درمان بیماری کلیوی، آرتروز. اگر نگاه کنید اون بالا اینجا نگاه کنید نوشته پست، یعنی پست ها، بغلش نوشته آی جی تی وی. لطفاً آی جی تی وی رو کلیک کنید ببینید. آها، وقتی آی جی تی وی رو کلیک میکنید صحبت های هفتگی من میاد، یعنی صحبت هایی که به غیر از برنامه تلویزیونی، صحبت هایی که با شما عزیزان میکنم. اینجا مثلا نوشته شده دکتر شهریار دور استم رژین و پیشگیری از ابتلا به کرونا و تاثیرات کرونا در بیمار در حال درمان که صداشون برام فرستادن، بعد دوباره بیمار درمان شده ام اس، بعد ویدئوی بیماری تنفسی و ویدئوی بیمارانی که بهبود یافتند شما در این به اصطلاح آی جی تی وی میتونید ببینید. من معمولا مرتبا هر هفته یه موضوع جدیدی رو در آی جی تی وی که این وسطی هست براتون خواهم گذاشت. برمیگردیم به پست. اگر در پست دقت کنید و به طرف بالا حرکت بکنیم میبینیم درمان آرتروز، بیماری های کلیوی، همون آقای خلبانی که امریکایی هستن و استمرجین استفاده کردن و راضی هستن، درمان سر، درمان بیماری چشمی، خانم دکتر دندان پزشکی که الان به بیماران خودشون هم توصیه میکنن برای استمرجین، و خانم دکتر، خانم همسر آقای دکتر دراپا که هنرپیش سینما هستن و به این زیبایی که در تصویر میبینید در این اینستاگرام ما ایشون، اینا همه به صورت ویدیو، بالاش علامت ویدیو داره، میتونید اینها رو تماشا کنید ببینید و تمام رو تا پایین. و یه قسمتی که الان اینجا هست نوشته شده که prepare renew rejuvenates، جوانسازی، سلامتی و مورد استفاده استمرژین، که اگر روش برید یک فیلم به زبان انگلیسیه که ما براتون به زبان فارسی دوبله کردیم و میتونید این رو ببینید. وقتی روش کلیک میکنید میاد و توضیح میده که دقیقاً کاری که ما میکنیم چیه، استرمیجین چی هست و خیلی خیلی جالب مفصل. به هر حال در این در اینستاگرام ما وارد بشید، بررسی بکنید، پیگیری بکنید، به چیزهای بسیار بسیار خوبی خواهید رسید. حالا اگر برگردیم دوباره روی به اصطلاح وبسایت خودمون برگردیم، همونی که ازش وارد اینستاگرام شدیم، دوباره برمیگردیم عقب، میریم روی همون وبسایت دی آر وزیری تبار، دکتر شهریار وزیری تبار. وقتی بریم، ما الان قبلش اینستاگرامو الان باهاتون صحبت کردیم، ولی میتونید برید رو اولی اف یا فیسبوک. اگر کلیک بکنید خواهید دید که صفحه فیسبوک ما باز میشه که خیلی مفصل در موردش نوشته شده. شروعش در بالا نوشته انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی. در فیسبوک اگر تایپ کنید DR نقطه شهریار وزیری تبار و اون تصویر رو میبینید، تصویر من رو در دایره میبینید، اون رو اگر دیدید میتونید واردش بشید. همین فیسبوک به اصطلاح کمپانی هست و تمام مسائل رو همطور که میبینید از بالا تا پایین، توضیحات مختلفی که من در فضای باز برای بیماری های مختلف دادم از بالا تا پایین میبینید، بیماری های مختلف رو میبینید و و و بسیار شبیه اینستاگرامه و فیلم های بسیار زیادی ویدئویی در این فیسبوک ما موجود هست. شما هم از طریق فیسبوک میتونید سند مسیج، مسیج بفرستید برای ما در قسمتی که الان من روش دارم نشون میدم سند مسیج،
هم میتونید از طریق اینستاگرام برای ما مسیج بفرستید یا تلفن بزنید به اون شماره. و اگر دوباره برگردیم به وبسایت خودمون، دوباره برگردیم رو وبسایت خودمون، پس تا حالا اینستاگرام و فیسبوک رو دیدیم، حالا بغلش نوشته یوتیوب قرمز رنگه. ما اگر یوتیوب رو کلیک بکنیم و وارد یوتیوب بشیم، میبینیم که در یوتیوب قضیه فرق میکنه. در یوتیوب اگر برید سرچ کنید، بله همین تصویری که میبینید که سخنان آقای دکتر آلن سامرسال رو میشنوید، به محصه که باز میکنید، باز بالای یوتیوب نوشته شده انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی، و در کنار دست راست دوباره اون علائم اینستاگرام و تلگرام اینا هست. یعنی از یوتیوب هم میتونید وارد اینستاگرام بشید. اگر صفحه رو بیاید پایین، بعد از سخنرانی آقای دکتر آلن سامرسال که برای شما به زبان فارسی دوبله شده ببینید، میتونید تمام صحبت‌های من رو در فضای باز ببینید که هر کدوم دو سه یک دو دقیقه هست، و بعد بیماران درمان‌شده رو به ترتیب در پایین میتونید مشاهده بکنید، سمینارهایی که من در شرکت داشتم. و به طور کامل اگر کلیک کنید ویدئو رو، بخش دوم یعنی هوم و ویدئو دیگه تماما ویدئوها رو به شما نشون خواهد داد. حالا اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون، این بار وارد تلگرام بشیم، میتونیم تلگرام رو کلیک بکنیم و وارد تلگرام خودمون بشیم. همطور که میبینید تلگرام ما صفحه رسمی من هست نوشته شده، و برای مشاوره میتونید واتساپ یا تلگرام به اون شماره بکنید. در این تلگرام کمپانی ما هست. و بعد اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون، میتونیم توییتر رو ببینیم، علامت اون پرنده‌ای که میبینیم، وارد توییتر هم بشیم. همینطور تو توییتر نوشته شده دکتر شهریار وزیری تبار، یعنی @DR وزیری تبار هست، همه اینها همین هست. و بعد میتونید همون نوشته ها رو در اینجا ببینید که در صدر شما میبینید راجع به دیژنراسیون مکولا توضیح داده شده، و به ترتیب میاد پایین همه بیماری ها. اینجا هم میتونید برای ما پیغام بذارید، تلفن بزنید و تقاضای مشاوره بکنید. خب توضیحات من رو گوش کردید. امروز یا امشب به هر حال در ایران خیلی سرتون رو درد آوردم، صحبت ها زیاد بود. ممنونم از اینکه وقتتون رو به من دادید. آرزوی سلامتی بر همتون میکنم. امیدوارم همیشه سلامت باشید، خوش باشید، شاد باشید و لبی خندون داشته باشید. همیشه بخندید، خوشحال باشید که در زندگیتون موفقیت بسیار بسیار عالی به سراغتون خواهد اومد. خدا یار و نگهدار همه شما.